مهمترین عامل در سوداوری کشت خیار فضای باز سلام و عرض ادب دوستان، چنانچه زمین، آب و شرایط اقلیمی مناسب در منطقه دارید و تصمیم به کاشت محصول خیار رو دارید، مهمترین عامل که بتونه شما رو به هدفتون که همون درآمدزایی باشه برسونه، انتخاب بعض خوب و بازارپسند هستش. قبل از هر چیز باید توجه داشته باشید که بذرهای که برای کاشت فضای باز در فروشگاه ها عرضه میشه به دو نوع بذر تقسیم میشه. اولین و بهترین مورد اون خیارهایی هستن که به اسم خیار محلی معروف هستن. دومین مورد خیارهایی هستن که تیپ خیارهای گلخانه‌ای رو دارن و بسیار پربار هستن ولی کیفیت و بازارپسندی رو نداره. دوستان توجه داشته باشید که وقتی تصمیم به انجام کاشت خیار گرفتید باید به این نکات مهم توجه داشته باشید که کشت این محصول بسیار پرهزینه و طاقت فرسایی هستش و نیاز به زمین و آب خوب و بکری رو می طلبه. برای اینکه تلاش‌های شما به ثمر بشینه شما به هیچ عنوان در هنگام خرید بذر به دنبال بذرهای تیپ گلخانه‌ای نرید. شما بیشترین محصول از آزاد تناژ تولید بکنید، خریداری وجود نداره که بخواد بیاد محصولات فضای باز با تیپ گلخانه‌ای رو از شما بتونه خریداری بکنه. خب در تیپ بذرهای که به اسم خیار محلی معروف هستن خیلی بذرهای خوبی تو بازار هستش. یکی از اون بذرهای هیبرید که خیلی معروف هستش بعضی هست به نام ویکتور از شرکت سمینس که این سالها در بین کشت فضای باز خیار به خوبی جا افتاده و حتی افرادی پیدا شدن و این نوع خیار رو داخل گلخانه پرورش میدن. به این دلیل که زمانی که بعض خیار ویکتور در بازار موجود باشه به دو برابر قیمت خیارهای تیپ گلخانه‌ای به فروش میرسه و این نوع خیار هیچ وقت رو دست فروشنده و باغدار نمیمونه. خب از مشخصات بعض خیار ویکتور میخوام براتون بگم. این بعض هیبرید هستش، بارده خوبی رو داره، البته بارده بستگی به رسیدگی و شرایط محیطی داره و هزینه که کارگر میخواد انجام بده و بهتر هستش که کشت خیار فضای باز رو به صورت کاشت بذر مستقیم انجام بدید. این نوع بذر خیار از 35 روز تا 45 روز زمان میبره تا به باردهی و تولید محصول برسه. مقاومت بالایی به انواع قارچ‌ها داره در مقایسه با سایر رقم‌های خیار موجود در بازار. رشد متوسطی داره و میزان سبزینگی عالی داره این بذر. و از مهمترین مشخصات این نوع بذر مقاومت بالای این بذر به مناطق مرطوب هستش و مناطق کوهستانی که مه میتونه مشکل ساز بشه این بذر به خوبی میتونه با این شرایط کنار بیاد و درآمدزایی داشته باشه. نکته مهمی دیگه در مورد این بذر وجود داره، این بذر بسته‌بندی های داخل قوطی و بسته‌بندی داخل پاکت داره و در اورجین های مختلفی دو بازار موجود هستش. ما باید این نوع بذرها رو از شرکت ها و فروشندگان معتبر تهیه بفرمایید. نکته ای که فراموش کردم بگم، بعض خیار ویکتور دارای عطر و طعم بسیار مطبوع و عالی هستش و تاکید میکنم که زمانی که بعض خیار ویکتور در میادین تره بار و فروشگاه باشن کسی سراغ خیار تیپ گلخانه‌ای نمیره. موفق و پیروز باشید.